سلام، سلام به همگی. امید که حالتون خوب باشه، سلامت باشید هر جا که هستید. امروز تو این رشته از استوری ها میخوام در مورد یکی از درس های مهم زندگیم صحبت کنم. میدونم که این رشته از استوری ها یکم طولانی میشه، در نتیجه چیزی که خودم حدس میزنم، چیزی که دانش معرفت بهم یاد داده اینه که وقتی آدم در دریافت هست میتونه کامل یه چیزی رو تا آخرش بشینه، گوش بده و آماده هست، و ممکنه خیلی آماده این رشته از استوری ها نباشن و اشکالی نداره، سیو میشه توی هایلایت، شاید سال دیگه، شاید یک موقعی دیگه بهش برگردین، گوش بدین و به دردتون بخوره. توی این رشته از استوری ها میخوام در مورد جورنالینگ یه نکته رو بگم. سال هاست که من می نویسم، جورنالینگ می کنم به شکلهای مختلف، افورمیشن نوشتن، جملات تأکیدی که توی اولین IGTVم معرفی کردم، اصلا کتاب بیداری به خاطر همین ایجاد شد که من نوشتن به هم خیلی کمک کرد در شفا. و خیلی ها می پرسن خب چی می نویسی، چی جوری می نویسی؟ من از احساساتم می نویسم، از روزمرم می نویسم، از چیزایی که احساس می کنم دیگه نیاز نداره حمل کنم. علاوه بر اون، الان یک دو سالیه که من بر قوطه‌ور کردن خودم در یک احساس جدید، یعنی به انگلیسی بهش میگن مارینیت، که من عاشق این کلمم، مارینیت کردم. یعنی وقتی میخوایم یک گوشتی کبابی چیزی درست کنیم، توی مثلا ماست و پیاز و اینا یک دو روز دو سه روز میخوابونیمش، به خاطر که توی همه وجود اون گوشت اون مارینیت میره. خیلی لحظات توی زندگی وجود داره که مطمئنم هممون حسش کردیم که میخوایم یک احساس بیشتر در ما پررنگتر بشه، ما بیشتر درش غوطه ور بشیم، مارینیت بشیم توش، یعنی به تمام سلولامون، تو همه وجودمون بره. من این رو یاد گرفتم، علم، دانش این معرفت رو یاد داده به ما که ما وقتی میخوایم بیوشیمیایی مغز رو تغییر بدیم، یعنی این نورانایی که توی مغزمون یک پث، یک مسیر رو میرن، یک حسهایی رو تکراری ایجاد میکنن در ما، وقتی بخوایم این بیوشیمیایی رو تغییر بدیم، یا باید با قرص تغییرش بدیم، قرص بخوریم مثلا وقتی که دیپرشن داریم، یا دکترمون بهمون میگه، یا باید با قرص تغییرش بدیم، یک راه دیگه وجود داره از حس کردن. با حس کردن و استمرار درش میشه این رو تغییر داد. و من چیکار میکنم توی جورنالینگم؟ چون میدونم یه سری احساسات دیگه به من خدمت نمیکنه، یه سری باورها، کافی نیستم، دوست داشتنی نیستم، مفید نیستم، ارزشمند نیستم، اینا رو هممون باش دست و پنجه نرم میکنیم به فرمای مختلف، چرا که در بچگی این پیام ها رو، این اتفاقای مختلفی افتاده و این پیامو گرفتیم که ما دوست داشتنی نیستیم، کافی نیستیم، ارزشمند نیستیم، از اصلمون دور شده و این احساسات شدن پرایمری استیت، یعنی جایگاه اولیه اصلی احساساتمون. یعنی هر کاری میکنیم، هر حرفی که میزنیم، لب باز میکنیم که یه سخنی بگیم، از این احساسات برانگیخته میشه، یعنی بیسش اینه. و من وقتی اینو فهمیدم گفتم اوکی، من این بیس، این کافی نبودن، دوستش نبودن، همه اینا دیگه به من خدمت نمیکنه و من میخوام جاش پرایمری استیتم، این جایگاه اولیه‌مو تغییر بدم. وقتی که فهمیدم با تکرار و استمرار و اکسیژن بالا و حس کردن میتونم بیوشیمیایی مغزمو از باورهای غلطی مثل دوست داشتن نبودن، خوب نبودن، مفید نبودن، همه اینایی که ما باش دست و پنجه نرم، میتونم این رو تغییر بدم و پرایمری استیت، یعنی سطح اصلی و اولیه، اون چیزی که ازش استارت میزنم، اون فضایی که ازش شروع میکنم زندگی رو، اون رو تغییر بدم. اومدم جورنالینگ چیکار کردم تو نوشتن. مثلا امروز من به این نکته پی بردم که من باید بیشتر به خودم اعتماد کنم و می نویسم در مورد اعتماد کردن به خودم که چه حسی داره، کیا تو زندگیم، چه موقعی، چه وقتایی در زندگیم یک لحظه حتی شده به خودم اعتماد کردم، اون حسش چیه. می نویسم که من امروز که مثلا توی آدیشن داشتم تست می دادم، یک لحظه به اینستینکتم، به شهودم گوش دادم و وقتی که گوش دادم این رو مثلا حرف زدم یا این رو بازی کردم، می نویسم اینا رو، می نویسم و حسش چی بود؟ اون اعتماد بود، اعتماد بود، شده یهو 4 خط می نویسم اعتماد
و اعتماد و ادامه میدم به حسش، اجازه میدم اون حس بیاد. این وقتی که اعتماد میکنم چه حسیه، چه جوریه، بدنم تو چه فرمیه، در چه جایگاهایی در زندگی این اعتماد رو بیشتر داشتم و بهش گوش دادم. آه وقتی که به خورشید نگاه میکنم، وقتی که یه پیاده روی میرم، وقتی که به موزیک مورد علاقم گوش میدم و اعتماد میکنم به این چیزی که داره از این درگاه های ورودیم اعتماد کردم و چه حسی ایجاد شد. و فقط هم شاید یک کلمه نیست، یکی شاید مثلا به یک جمله از، یکی با یک شعره، یکی با یک متن، نمیدونم، برای هر کسی متفاوته که هی بشین و در اون حس مرینیت کنه خودشو، یعنی بذاره به تمام پوست و جان و استخونش وارد شه، بگه این پرایمری استیت منه، این با اصل من یکیه. من بودن یک سال پیش یک شعری رو از استاد محمد ابراهیم جعفری شنیدم که قلبم رو خیلی لرزوند و اولین باری که شنیدمش بهش با خودم گفتم این چیزی که داره میگه هم فرکانس و هم انرژی خلق و خالقه و هم فرکانس پروردگار، هم فرکانس جریان زندگی. من نمیتونم سریع و راحت از این بگذرم. وقتی که حس میکنم، من با خودم میشنم، حس میکنم، میگم میدونم این چیزی که این حرف، این شعر که الان میگمش داره گفته میشه، هم ویبریشن و هم انرژی اون چیزی که من توی معبدم میخوام تمرین کنم، اون چیزی که میخوام پرایمری استیتم باشه، این چیز اولیه، همیشه این در سطح باشه، نمیتونم ساده ازش بگذرم. میتونم جورنالینگ کنم روش و هر روز بهش فکر کنم، هر روز بگم اینه، من انتخاب میکنم که بیوشیمی مغز من، نورانای مغز من، هر اتفاقی که خارج از من میفته اول این حس رو در من ایجاد کنه، نه حسای قدیمی، نه حسایی که باهاش بزرگ شدم. تو اونا مرینیت شدیم دیگه، تو اونا هم تکراری بوده، تو چیزای بچگیمون انقدر اتفاق افتاده که شده جزء اصلیای زندگیم. من میدونم اینو میتونم تغییر بدم و این حس، این شعر میتونه به من کمک کنه. شعر خیلی، جمله خیلی ساده ایه که میگه تنها یک چیز رو بیشتر از تو دوست دارم، این که تو را دوست دارم. و من اولین باره که اینو شنیدم گفتم که این همه پتانسیل و توانایی داره میگه وجود داره در عاشقی. تنها یک چیز رو بیشتر از تو دوست دارم، ضربان قلبم همین الان میره بالا، این که تو را دوست دارم. من نمیتونم ساده از این بگذرم، برای همین اومدم شروع کردم به نوشتنش. میگم کی عاشقی کردم، کی با حقیقت اصل و قلبم روبرو شدم و عاشقی کردم، نه به خاطری که یک کسی دوستم داشته، یک چیزی رو دریافت کردم، یه نعمتی گیرم اومده، اینی که این پتانسیل وجود داره و من میخوام درش باشم و چون میشه تنها یک چیز رو بیشتر از تو دوست دارم، این که تو را دوست دارم. این میخوام اولین چیزی باشه که روی سطح میار، هر اتفاقی که خارج از من داره اتفاق میفته، میخوام با این حس با آدم حرف بزنم، میخوام با این حس اعتماد ایجاد کنم، میخوام با این حس زندگی کنم، خودم رو نگاه کنم. و میدونم که این حس هم انرژی هستیه، هم انرژی خالقه، هم انرژی، هم سطح با پروردگار. من میخوام با این پرایمری استیت من بشه، چیز اولیه من بشه، چون بعد از این میتونم راحت ببخشم، راحت تسلیم شم، راحت ویلکام بگم، خوش آمد بگم، الاو کنم، اجازه بدم. و من ماها، شاید الان یک سال خورده، می نویسم حسای این شکلی رو درش مرینیت میکنم، چیزی که میدونم با اصلم یکیه و میخوام توی معبدم تمرین کنم. چرا دارم اینو میگم؟ توی هواپیما که بودم یه عزیزی، یک مردی بغل دست من نشسته بود که
وزنش بالا بود. اجازه میدم به خودم کلمه وزن بالا رو بگم، حالا اگه ادامه استوری رو گوش بدین میفهمین چرا. و هی تو صندلیشم هی تکون میخورد و جای خودش که راحت بشه جای بشینه و این اتفاقم نمیافتاد. من خیلی داشتم زندگی رو میکردم، اینجور کتابامو در آوردم و باز کردم و اومدم دستامو بذارم روی این دسته صندلی که بینمون هست، که توی هواپیما معمولا یه دسته صندلی هست که دو نفر با هم دیگه شیر میکنن، قسمت میکنن. و همین که اومدم آرنجمو بذارم، با دستش دستمو زد عقب، گفت که من به این دسته صندلی نیاز دارم، I need it. و خیلی هم عصبانی، خیلی هم خشمگین. و یک لحظه که نگاش کردم، تو هم کسری از ثانیه بهش گفتم I understand، من میفهمم، من میفهممت. چون ناآرامی رو میدیدم، چون خودم ناآرام بودم سالها و میدونم ناآرامی چیه، میدونم وقتی میخوای تو این وجود دیگه نباشی چه حسیه. I understand. و هیچ، تموم شد اونجا. خوابش برد، غذا برامون آوردن و شکلی که نشسته بود و خوابیده بود اجازه نمیداد که این میز صندلیشو باز کنم غذاشو براش بذارم. از مهماندار گرفتم، گفتم بهش میدم غذاشو، گذاشتم روی میز خودم، غذا رو خوردم، از خواب بیدار شد، من غذاشو بهش دادم، گفتم I got this for you، من اینو برات غذا تو گرفتم که رد نشم بدون غذا باشی. و میدونم که با این کارم قصدم این که اعتماد ایجاد کنم و قلبش رو لمس کنم و همین کارم کردم. و از بعد از اینکه شروع کرد به غذا خوردن، من داشتم غذا میخوردم، بهش گفتم که داری برمیگردی به شهرت، میخواستم کانورسیشن مکالمه باش را بندازم، گفتم که داری برمیگردی به شهرت، گفت نه اکشولی من مادر و پدرم خیلی سال پیش به این شهر کوچیک موف کردن، اینجا زندگی میکنم، دارم میرم یه هفته باهاشون وقت سپری کنم چون دارم برمیگردم لس آنجلس و عمل شکم دارم، عمل معده دارم، میخوام معدم رو کوچیک کنم. اینو که شنیدم مطمئنم هم خیلی سختش بود که بگه، چون چیز کوچیکی نیست. بعد انگار یه جورایی داره میره مامان باباش خدافزی کنه، نمیدونی چه اتفاقه، ما نمیدونیم زندگی چیه. و چیزی که من بهش گفتم، گفتم که در سوگواری هستی، your mourning، تو سوگواری داری میکنی برای خدافزی با این بدنت، با زندگی که باهاش داشتی، با لیبل ها و برچسب هایی که بهت زدن، بولید کردن، جامعه اسم برات گذاشته و و و و همین، تو سوگواری هستی، داری خدافزی میکنی. و به هم گفت که هیچ کس تا حالا اینجوری از احساساتم، اینجوری از کلمات اینجوری استفاده نکرده. I'm very uncomfortable. گفتم میدونم. I understand. دلیلی که همچین مکالمه جذابی از نظر خودم با این آدم تونستم این ارتباط رو برقرار کنم و بهش بگم میفهممت و میدونم منم اینجایی که ناآرام باشی در بدن رو حس کردم چیه، اینه که primary state‌ام، اون سطح اولیه‌ام رو سال هاست، ماه هاست دارم تغییر میدم به اینه که حس کنم تنها یک چیز رو بیشتر از تو دوست دارم، این که تو را دوست دارم. وقتی که بهم گفت نه من به این دسته صندلی نیاز دارم، پرایمری استیتم، اولین حسی که پررنگ بیوشیمی مغزم رو دارم روش هر روز کار میکنم، تغییرش بودم، اون چیزی که بهم خدمت میکنه، اون چیزی که کمکم میکنه اینه که بهش جواب بدم I understand، میفهممت. هر باوری که نیاز به تغییر داره، یک استمرار و یک پشتکاری نیاز داره، همین دوتا، چون هر صفتی که وجود داره تمرین کردنیه، همه صفت ها، خوبش بدش، اونی که کمک کننده است، اونی که کمک کننده نیست، خدمت کننده است، خدمت کننده دیگه نیست، همش تمرین کردنیه. و ما دلیلی که میفهمیم این حسا رو، یا یه جا میبینیم یه ویدیویی رو توی فیلمی، توی حرفی، توی کلامی، توی شعری، اینه که قبلا حسش کردیم، پس میدونه، بدنمون میدونه چیه، فقط کمرنگه، باید پررنگش کنیم. و برای پررنگ کردن مارینیت کردم، من عاشق این کلمه، بالاخره این کلمه رو من یه جا روی کتابم می‌نویسم به این کلمه، نمیدونم یه کاری باهاش می‌کنم، من عاشق این کلمه‌ام که
به خورد و وجود غوطه ور شدن در یک چیز رو میگم مرینیت. هر باوری که هست با اینی که سطح اکسیژن بدن رو بالا ببری توی یه استیت جدید، سطح جدید بذاری بدن رو و استمرار داشته باشی، به یاد بیاری قبلا این حس چی بوده، من در چه جاهایی این حس برام بیشتر روی سطح میاد. برای همینه من توی پکیج میتیشن کودک درون 5 تا پرایمری استیت رو اومدم 10 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه، فرض کن هر روز بشینی 10 دقیقه روی بخشش، روی همدلیه که من همدلی داشتم با این عزیز تو هواپیما، روی سکوت، روی چیز. من 5 تا پرایمری استیت توانایی که برای اعتماد به نفس کار کردم و شما هر روز 10 دقیقه اکسیژن سطح بدن رو بالا ببری، روش تمرین کنی، بنویسی، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، اون آدم قبلی غیر ممکنه که باشی. شب و روزتون.